فایلیش، ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین. اول از همه نظرتون راجع به حکم امروز دادگاه آن ورب چیه و فکر میکنید چقدر تأثیر بذاره روی فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خارج از خاک ایران؟ تصمیم امروز نشان داده که دادگاه‌های ما از دستگاه قضایی کشور و افرادی مانند خود من کاملا مستقل عمل می‌کنند و این دموکراسی واقعی است. دموکراسی در تفکیک کامل قوای سه‌گانه دولت و استقلال عمل آنها خود را نشان می‌دهد و اینکه هیچ کدام زیر فشار دیگری قرار ندارند. این واقعیت که امروز دادگاه رأی قبلی بر محکومیت این افراد را تایید و حتی دوران مجازات زندانی بودن آنها را افزایش هم داد، نشان دهنده جدی بودن ابعاد این پرونده است. این رأی مشخص می‌کند که این افراد قصد روشنی داشتند و می‌دانستند که دست به چه عملی می‌زنند و برنامه‌ای واقعی برای حمله و کشتن و معلول کردن انسان‌ها را داشتند. بنابراین مسئول واقعی این حمله تروریستی رژیم ایران است. چون این رژیم در زیر پوشش دیپلماتیک برای این افراد مواد منفجره برای انجام عملیات بمب‌گذاری فراهم کرده بود و من نمیتوانم درک کنم که چرا دولت من در بلژیک اقدامات سختگیرانه‌تر و جدی‌تر دیپلماتیکی علیه رژیم ایران اتخاذ نمی‌کند. اگر دولت یک کشور دیگر برای بمب‌گذاری در خاک کشور شما برنامه‌ریزی می‌کند و این همان امری است که این دادگاه پشت سر من امروز آن را تایید کرد، آنگاه من نمیتوانم بفهمم چرا دولت بلژیک هیچ واکنش شدیدی نسبت به آن از خود نشان نمیدهد. تا جایی که به من مربوط میشود، من میگویم باید سفارتمان در تهران را تعطیل کنیم. هیچ نیازی به داشتن یک سفارتخانه و داشتن سفیر در تهران نیست. رژیم ایران یک رژیم تروریستی است و این بارها و بارها و امروز یک بار دیگر در اینجا به اثبات رسیده است. همانطور که پیش از این هم گفتم، ما با تروریست ها و رژیم های تروریستی هیچ مذاکره و ارتباطی نداریم. سوال دوم در مورد اسدالله اسدیه. میدونیم که حکومت ایران تلاش کرده تا او رو آزاد کنه. فکر میکنین که چقدر چنین اتفاقی در شرف وقوعه؟ من بر این باور هستم که دولت ایران روی انجام معامله‌ای با دولت بلژیک برای آزاد کردن اسدالله اسدی حساب باز کرده. فکر نمی‌کنم به این زودی شکل بگیرد، چون من اخیراً وقوع یک چنین موضوعی را در رسانه‌های اجتماعی افشا کردم و به دولت بلژیک هشدار دادم. وزیر دادگستری ما اعلام کرده که دستگاه قضایی ما مستقل و قاطعانه عمل می‌کند و بازیچه معاملات سیاسی نمی‌شود. از نظر سیاست‌های داخلی بلژیک مسئله آنها را متعجب کرده، اما مهم است که به آنها گفته شود یک چنین معامله این ممکن است صورت بگیرد. ما می‌دانیم که در ماه فوریه امسال وزرای خارجه ایران و بلژیک در جریان کنفرانس مونیخ دیدار کردند. خبرگزاری دولتی ایران در آن زمان گزارش کرده بود که یکی از موضوعات مورد گفتگوی میان آنها مسئله آقای اسدالله اسدی بوده. رژیم ایران زندانی بودن او را قبول ندارد و به دنبال آزاد کردن او هستند. من از وزیر خارجه بلژیک در پارلمانمان پرسیدم آیا او می‌تواند به ما اطمینان بدهد که این فرد هرگز پیش از پایان محکومیتش آزاد نخواهد شد و او به جای اینکه بگوید این شخص یک تروریست است و در دادگاه محکوم شده، گفت در حال حاضر هیچ دلیل قضایی برای آزاد کردن او پیش از پایان محکومیت وجود ندارد. چند روز پیش هم همین پرسش را از نخست وزیر کردم و او هم درست همین پاسخ را داد که تا امروز این دلیل قضایی وجود ندارد. یعنی نه اینکه این دلیل قضایی از سوی دولت بررسی نمی‌شود، و به همین دلیل من امروز خواستار این شدم که آمریکا در این پرونده تروریستی وارد شود. به همین دلیل من نامه‌ای به دوستانمان در کنگره آمریکا فرستاده و خواستار آن شدم که دولت بایدن را زیر فشار بگذارند تا تقاضای استرداد اسدالله اسدی با آمریکا را کند. و من فکر می‌کنم این قطعاً امکان‌پذیر است، چون همانطور که ما می‌دانیم در کنفرانسی که اسدی قرار بود در آن بمب‌گذاری کند، تعداد بسیاری اعضای کنگره، دیپلمات‌ها و شخصیت‌های آمریکایی حضور داشتند و این پرونده ارتباط مشخصی با مقامات دولت آمریکا و آن کشور دارد و دادگاه‌های مستقل آمریکا در حوزه رسیدگی قضایی نسبت به جرم اسدی قرار دارند. در صورت استرداد او به آمریکا، او هرگز موفق به آزادی پیش از پایان دوران زندانی خودش نخواهد شد. متأسفانه من در مورد این پرونده به دولت خودم در بلژیک اعتماد کامل ندارم و به جای آن به دولت آمریکا متوسل شدم. متأسفانه ما در سال‌های اخیر شاهد بودیم که وقتی موضوع توافق هسته‌ای و معاملات تجاری با ایران مطرح می‌شود، دولت‌های اروپایی چندان بر سر موضع اعلام شده خود مبنی بر عدم مذاکره با تروریست‌ها جدی نیستند. از نظر آمریکا، رژیم ایران یک دولت متخاصم و دشمن ایالات متحده است که یکی از اهداف اصلی آن نابود کردن دموکراسی است و آمریکا نمی‌تواند یک تروریست را از زندان خودش در حالی آزاد کند که این طرف اروپایی‌ها احتمالاً در تلاش برای یک معامله با ایران باشند و اسمش را خدمت به امنیت مردمشان بگذارند.